میگم ولی تو عمل نشون داد که نه. اما در عمل اتفاقی که افتاد ما میبینیم که این بچه باید بابایی پیدا کنه، الان آموزش پرورشش هم پولیه، درصدش پولی شده برای کسی که دلشون میخواد. یه اجرایی حکومت اسلامی نیست. اینو بعد این کج‌فهمی از مقام رهبری و ولایت فقیه کرده. چرا رویات ویژه بچه تو درست نشناختی که تربیت متناسب با خودش ما تاثیر برجام رو در زندگی خودمون در سر سفره خودمون اصلا ندیدیم، غیر از اینکه نمیدونم حرف و حدیث و هرس خوردنش اینا، و احساس کردیم عزت و شرف ملی مون خدشه دار شده. چیزی که مثلا ما اون موقع خیلی بهتر میتونستیم خرید بکنیم، خب الان جوری شده که طبقه بندی میکنیم، عملا اهم و فل اهم میکنیم بعد میریم سراغ خرید. قبلا مثلا فروشگاه رفاه میرفتیم هر چی لازمه چشم میدید میخریدیم، یه سبد پر میومدیم، ولی الان جوش ما لیست میکنیم، یعنی لیستمون عملا قیچی میکنیم بعد میریم فروشگاه رفاه. همین تولید رو بتونیم دوباره احیاش بکنیم، جوان ها میرن سر کار، پیش ازدواج صورت میگیره، پیش بنیان خانواده شکل میگیره، از اون ور منزلت اجتماعی و اعتیاد همه نکمه شاکی هستن کم میشه، از اون ور کارتون خوابا کم میشه، یعنی همه چی سلسله وار مثل یه دومینو عملا این اتفاق میفته. ولی آقای روحانی تو این مدت همش که دنبال برجام بودن و خب گفتیم باشه، حالا تو میگی باشه ما هم هستیم، بعد از برجام ما هیچی ندیدیم. دیگه نمیخوایم برگردیم به اون سمت، دیگه نمیخوایم که اون اتفاقاتی که افتاده دوباره بیفته، دیگه نمیخوایم که اون وجهی که توی دنیا ازمون نشون داده شد دوباره نشون داده بشه. به خاطر همین خیلی از خانم من که حتی تحریمی بود و قرار نبود رأی بده میخواد رأی بده. اگر یکی دیگه بیاد بالا واقعا ما نابود میشیم، یعنی خیلی شور و شوق دارن که جلوی خرابی رو بگیرن، خیلی شور و شوق دارن که نذارن اون اتفاقی که افتاده دوباره بیفته. برای یکی مثل من مهمه که یه جورایی به دهکده جهانی یه جورایی به پیوندی، یعنی جزئی از دنیا باشیم، دور خودمون دیوار نباشه. برای من مهمه که حقوق شهروندیم رعایت بشه.